آدم ربایی از کشورهای دیگر سابقه ای به عمر رژیم جمهوری اسلامی دارد. حتی خواهر علی خامنه ای هم از این آدم ربایی ها در امان نبوده است. ماموران وزارت اطلاعات بدری حسینی خامنه ای را که در سال 1364 همراه با فرزندانش به همسر خود شیخ علی تهرانی در عراق پیوسته بود، در اوایل دهه 70 خورشیدی ربودند و به ایران آوردند. شیخ علی تهرانی نماینده مردم استان خراسان در مجلس خبرگان قانون اساسی بود. او از انقلابی هایی بود که چندی پس از شورش 57 از مخالفان رژیم و حزب جمهوری اسلامی شد. او از سال 1363 به عراق پناهنده شد و سال 1374 تحت فشار نیروهای امنیتی به ایران بازگشت. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود آورده که علی خامنه ای رهبر رژیم از این اقدام تهرانی ناراضی بوده و هاشمی با رساندن ناخرسندی خامنه ای از این وضعیت به آوردن اجباری او به داخل ایران از طریق علی فلاحیان اقدام می کند. وزارت خارجه آمریکا فلاحیان را به دلیل سابقه دوره وزارتش در قتل و آدم ربایی و عملیات حذف فیزیکی افراد در خارج مرزها وارد فهرست تحریم‌هایش کرده است. در گزارشی که درباره علت این تحریم منتشر شده، وزارت خارجه آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی از زمان تأسیس تا کنون در بیش از 40 کشور جهان مرتکب 360 قتل شده است. قتل‌ها و حملات عمدتاً نه تنها از طریق نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، بلکه از طریق اشخاص ثالث و مأموران و گروه‌های نیابتی انجام گرفته است. علی خامنه ای رهبر خودکامه ی رژیم جمهوری اسلامی تا جایی در جنون قدرت پیش رفته که به خانواده خود نیز رحم نکرده است. البته پس از اخباری که مبنی بر کودتای مجتبی خامنه ای علیه پدرش به گوش رسیده است، به نظر می رسد که در زمان مقتضی خانواده او نیز به او رحم نخواهند کرد. در ساختار رژیم جمهوری اسلامی همه چیز مانند زمان خلفای اسلامی اداره می شود و جنگ قدرت و برادر فرزند و پدرکشی نیز از همان ساز و کار خلیفه گونه الگو برداری شده است. با ما همراه باشید تا گوشه ای از این اقدامات که خامنه ای علیه نزدیکان خود انجام داده است را مرور کنیم. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش خود درباره 360 اقدام قتل جمهوری اسلامی در جهان گفته به دلیل اینکه استفاده از کادر دیپلماتیک توجه بیشتری جلب می‌کند، ایران تمایل نشان داده تا از باندهای جنایتکار، کارتل‌های مواد مخدر و اشخاص تبهکار برای انجام آدمربایی و ترور در خارج از کشور استفاده کند. به گزارش ایران وایر، قتل علی اکبر طباطبایی وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت شاهنشاهی ایران در آمریکا در تیر ماه 1359 یکی از اولین عملیات‌ها از این نوع بوده است. طباطبایی در نزدیکی واشنگتن کشته شد. قاتل او یک سیاه‌پوست آمریکایی بود که تحت تأثیر دانشجویان ایرانی آمریکا مسلمان شده بود و نام خود را به داوود صلاح الدین تغییر داده بود. او در دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در سفارت الجزایر در واشنگتن کار می‌کرد و در نقش یک پستچی با ضربات گلوله طباطبایی را به قتل رساند. صلاح الدین پس از این مأموریت به تهران رفت و سالها بعد در فیلم سفر به قندهار ساخته محسن مخملباف در نقش یک پزشک بازی کرد. در سال 1386 نام صلاح الدین در ارتباط با ربودن رابرت لوینسون مأمور سابق در ایران مطرح شد. مطابق این گزارش سالها بعد این الگو دوباره تکرار شد. انیس نقاش یک تبعه لبنان دست به ترور شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوره شاه در پاریس زد، اما موفق به قتل او نشد. اکنون او ساکن ایران است و در گرد همایی‌های رسمی هم دعوت می شود. مشابه این وضعیت در پرونده ترور چند نفر از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در آلمان معروف به ترور میکونوس اتفاق افتاد. متهم اصلی این پرونده فردی به نام کاظم دارابی است که به نوشته حسین موسویان سفیر وقت جمهوری اسلامی در آلمان از رهبران فعال اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایران بوده و از طرفداران انقلاب اسلامی در آلمان بوده است.
او به همراه 4 نفر دیگر که از اتباع لبنان بودند در سال 1375 رسماً به طراحی ترور رستوران میکونوس متهم شد و متعاقب آن در دادگاه برلین برای علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات احضاریه صادر کرد. یکی از تازه ترین اقدامات از این دست قتل مسعود مولوی، یک منتقد حکومت ایران در ترکیه در سال 1398 است. 5 نفر در ارتباط با قتل او در ترکیه بازداشت شدند، اما طراحی این اقدام به مقام‌های رسمی رژیم جمهوری اسلامی نسبت داده شده است. هرچند کادر دیپلماتیک و مأموران رسمی رژیم در خارج از کشور در طی 41 سال اخیر به دلیل عمل کرده این سالها بیشتر زیر نظر بوده اند، اما در مواردی مأموران رسمی با تکیه بر مسئولیت دیپلماتیک در صدد بوده اند تجربه دهه های اول جمهوری اسلامی را تکرار کنند. اما در این میان آنچه بر خانواده خواهر علی خامنه ای گذشت کمی متفاوت بود. خامنه ای از حراس اینکه به دلیل کژتابی با نزدیکان در اذهان طرفدارانش بدنام تر شود، با روش های دیگر به حذف نزدیکان مخالفش پرداخت. 12 اردیبهشت 1364 سید بدری خامنه ای، تنها خواهر تنی علی خامنه ای رئیس جمهور وقت و رهبر فعلی ایران، حدود 1 سال پس از فرار تهرانی به عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد حضور یافت. وی در این کنفرانس گفت که به همراه 3 دختر و 2 پسرش برای پیوستن به پدرشان مخفیانه به ترکیه رفته و از ترکیه به عراق آمده است. وی اعلام کرد که فاقد گذرنامه است و علی خامنه ای کمک به وی را رد کرده است. وی به همراه پسرش در سال 1374 به ایران بازگردانده شد. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان در رابطه با زندانی شدن شیخ علی تهرانی میگوید که آقای مهدی بازرگان برای شیخ علی تهرانی که در مشهد بازداشت شده کمک میخواست. ایشان اعتراف کرده که اشتباه کرده و بریده است و حاضر به مصاحبه شده، ولی هنوز میخواهد 2 پهلو صحبت کند. تهرانی در حصر خانگی در تنگنا قرار گرفت و محدودیت های خاصی برایش در نظر گرفته شد. سرانجام او در نیمه دوم فروردین 1363 در شرایطی خاص موفق شد از حصر خانگی خارج شود و مخفیانه به عراق برود. در آنجا سالهای طولانی در رادیو و تلویزیون فارسی زبان بغداد به تبلیغ علیه رژیم جمهوری اسلامی و زمامداران آن پرداخت. بعد از فرار تهرانی، هاشمی رفسنجانی در خاطرات 20 فروردین 1363 خود در این رابطه میگویند: گزارش ها را آوردن، خواندم. شیخ علی تهرانی که در مشهد تحت نظر بوده فرار کرده و به عراق پناهنده شده است. وی از طریق رادیو و تلویزیون عراق علیه انقلاب اسلامی صحبت می کند و دشمنان قضیه را بزرگ می کنند. او شاگرد امام و شوهر خواهر رئیس جمهور خامنه ای است. شیخ علی تهرانی در روزهای آغازین سال 1374 و 7 سال پس از آتش بس میان ایران و عراق و 6 سال پس از مرگ خمینی به ایران بازگردانده شد. پس از عزیمت خانواده به ایران در خرداد ماه همین سال در یکی از پاسگاه‌های مرزی ایران به نیروهای ایرانی تسلیم می‌شود. او را دستگیر و در یکی از زندان‌های سازمان اطلاعات در شرایط بسیار بدی حبس می‌کنند. پس از بازجویی‌های طولانی در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به 20 سال حبس محکوم می‌شود و تا سال 1384 در حبس به سر می‌برد. 4 سال آخر حبس خود را در زندان اوین بوده است. علی تهرانی چندین بار در زندان اعتصاب قضا می کند که آخرین آنها 27 روز طول می کشد و موجب عوارض ریوی و قلبی و بستری شدن می شود. همزمان دکتر محمود تهرانی فرزند شیخ علی تهرانی در پاریس نیز ضمن تکذیب خودکشی پدرش مدعی شکنجه پدرش می شود. سرانجام پس از گذشت بیش از 9 سال زندان کم کم مرخصی های تهرانی از زندان اوین آغاز می شود و به تدریج مرخصی های وی طولانی تر می شود و سرانجام آزاد می شود. محمود تهرانی خواهرزاده علی خامنه ای سال هاست که از ایران خارج شده و در فرانسه به طبابت مشغول است. او همزمان به تحلیل مسائل سیاسی ایران نیز می پردازد. او در یک اظهار نظر جنجالی گفته است که علی خامنه ای در سالهای قبل و بعد از انقلاب و حتی الان مغز متفکری نبوده و بیشتر نقش مرید دیگران را بازی می کند. او میگوید که قبلا کسانی همچون رفسنجانی در پشت صحنه کشور را اداره می‌کردند و اکنون نیز کسانی هستند که از ضعف خامنه ای استفاده می‌کنند و در پشت صحنه کشور را اداره می‌کنند.
در دی ماه 1395 گفتگویی از شیخ علی خراسانی در ویژه نامه همایشی برگزار شده در قم به نام آیین نکو داشته عظما برگزار می شود که در آن خمینی را فردی سازشکار با ساواک معرفی می کند. سید حمید روحانی نیز خبر داد که این شخص یعنی شیخ علی خراسانی که در این همایش با او گفتگو شده است با نام مبدل شرکت کرده و همان شیخ علی تهرانی است و از ارائه چنین گفتگویی در این همایش که با حضور دستیار رئیس جمهور ایران برگزار شده بود انتقاد کرد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.